آقای ترامپ که برای سفر رسمی به بریتانیا رفته، پیش از این کنفرانس خبری بامداد امروز با مدیران شرکت‌های عمده بریتانیایی در دفتر نخست وزیر آن کشور با حضور او دیدار و گفتگو کرد و شب گذشته نیز میهمان شام رسمی ملکه الیزابت بود. تقویت پیوندهای دو جانبه که به روابط ویژه از آن نام برده می‌شود از مهمترین اهداف سفر پرزیدنت ترامپ به بریتانیا است. گزارشی از فرهاد پولادی. پرزیدنت ترامپ در گفتگو با مدیران شرکت‌های بریتانیایی نسبت به دستیابی به توافق‌های بازرگانی دو جانبه گسترده‌تر بین دو کشور در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد. فکر کنم که ما به توافق‌های بسیار گسترده دست خواهیم یافت. به نظرم این توافق‌ها عادلانه خواهد بود. یعنی آنچه شما می‌خواهید و آنچه ما می‌خواهیم. این توافقات به دست خواهند آمد. خانم می که تا 7 ژوئن 17 خرداد ماه نخست وزیر بریتانیا خواهد بود، در این جلسه نیز گفت و کشور به دنبال موافقت‌نامه‌های بازرگانی دو جانبه هستند که در چارچوب بازار آزاد عادلانه باشد. در این جلسه مدیران شرکت‌های بریتانیایی که در زمینه امور مالی، تولید دارو، مواد بهداشتی، دفاعی و هوافضا و خدمات عمومی فعالان شرکت داشتند. خانم می به علت عدم موفقیت در به تصویب رساندن طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به بریکزیت در مجلس عوام از سمت خود کناره‌گیری کرده است. شب گذشته ملکه الیزابت میزبان شام رسمی از پرزیدنت ترامپ و هیئت همراه بود. ملکه الیزابت در مراسم شام رسمی که با تشریفات کامل برگزار شد، از پیوندهای ژرف بین دو کشور صحبت کرد. نه تنها مقوله امنیت ما را متحد کرده است، بلکه پیوندهای قوی فرهنگی و میراث مشترک. پرزیدنت ترامپ در این مراسم نیز از دوستی جاودان بین دو کشور صحبت کرد. از جانب شهروندان آمریکا، دوستی جاودان بین مردم دو کشور، دوام و پویایی دو کشور و ادامه سلطنت طولانی و واقعاً چشمگیر ملکه را آرزو می‌کنم. امشب و پیش از ترک لندن، پرزیدنت ترامپ همراه بانوی اول میلانیا شام را با شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا و همسرش کامیلا صرف خواهند کرد.